هشدار جان آلن از گسترش حملات طالبان در بهار سال جدید خورشیدی، تجلیل از جشن نوروز و سال نو خورشیدی در کشور، تأکید ترکیه به ادامه ماموریت و همکاری های خود در افغانستان، کشته و زخمی شدن نزدیک به 300 تن در عراق و هشدار اسرائیل از نزدیک شدن ایران به تولید سلاح‌های هسته‌ای. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام به سرویس خبری این ساعت از شبکه افغان نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول حمل سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر است با 20 مارچ سال 2012 میلادی. منصور احمد مرزی هستم با مشروع خبرهای روز. سال نو خورشیدی و جشن نوروز امروز با اشتراک معاون اول ریاست جمهوری، شماری از وزرا، مقامهای دولتی، دیپلماتان خارجی و حضور هزاران باشنده کشور با برافراشتن جنده سخی در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد. حتی محمد نور والی این ولایت با اشاره به پروسه سال از حکومت خواست تا عاملان ترور برهان الدین ربانی را شناسایی و محاکمه نماید. 5691 سال روز جشن باستانی نوروز با اشتراک معاون اول ریاست جمهوری، شماری از وزرای کابینه، فرمانده آیساف، دیپلماتان و مهمانان خارجی با برافراشتن جنده سخی در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد. حتی محمد نور والی بلخ از نخستین سخنرانان این جشن بود. وی با اشاره به پیشرفت ها در ولایت بلخ، به ویژه بهره برداری خط راه آهن، جریان کار روی بازسازی میدان هوایی این ولایت، از حکومت خواست تا عاملان ترور برهان الدین ربانی، رهبر جهاد قومت را شناسایی و به محاکمه بکشاند. ما از دولت میخواهیم عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، رهبران و شخصیت‌های جهادی و اجتماعی و ویژه رهبر شهیدمان را، محترم پروفسور استاد برهان ربانی و سایرین، هر چه زودتر شناسایی و به محاکمه کشانده شوند. والی بلخ همچنان در روز تجلیل از ملی گل سرخ و جشن نوروز از پروسه صلح حمایت نمود، اما از حکومت میخواهد تا در زمینه پروسه صلح گام های عملی که در آن عدالت، آزادی، دستاوردهای افغانستان طی 10 سال گذشته و دموکراسی در نظر گرفته شود، گام های عملی برداشته شود و مشارکت همه مردم به ویژه مقاومتگران پیش برده شود. ما سیاست صلح و آشتی ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلال آباد حامد کرزی رئیس جمهور کشور پشتیبانی میکنیم، اما خواست ما این است که صلح ملی برای دوام خیش باید بر بنیادهای عدالت، آزادی، دموکراسی و تأمین حقوق عادلانه همه اقوام، اقشار و شهروندان، هم از زنان و مردان و ساکنان کلیه مناطق کشور استوار باشد. آقای عطا محمد نور همچنان تاکید کرد که امضای پیمان همکاری های استراتژیک افغانستان با آمریکا نباید حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی افغانستان را زیر سوال ببرد. با این حال آقای فهیم با اشاره به پیشرفت های افغانستان تاکید کرد امضای پیمان همکاری استراتژیک با آمریکا بر اساس حاکمیت ملی و منافع دو طرف صورت خواهد گرفت. و ای بار دیگر از طالبان خواست تا به پروسه صلح یک جا شوند، اما تاکید کرد حکومت هیچ گونه مصالحه که دستاوردهای کشور و ارزش های جهاد و مقاومت را از بین ببرد معامله نخواهد کرد. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری که در جشن باستانی نوروز سال 1391 خورشیدی در ولایت بلخ اشتراک کرده بود گفت افغانستان ظرف یک دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در بخش تقویت نیروهای امنیتی و سایر عرصه‌ها داشته. او با اشاره به کشته شدن مقام‌های دولتی و فرماندهان جهاد به ویژه ترور برهان الدین ربانی گفت دشمنان افغانستان هیچگاه نمی‌خواهند که در کشور صلح و ثبات تأمین شود. با این حال وی می‌گوید امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بر اساس حاکمیت ملی و منافع طرفین صورت خواهد گرفت. سال گذشته ما جرگه عنعنوی را در کابل برگزار کردیم. در این جرگه نمایندگان مردم شروطی را برای عقد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا تصویب کردند و کار روی تکمیل طرح سند همکاری های استراتژیک با آمریکا. این پیمان با در نظر داشت حاکمیت ملی افغانستان و منافع طرفین میان هر دو کشور به امضای
برسد. معاون اول رئیس جمهور کرزی از پروسه صلح که بر رهبری افغان‌ها صورت می‌گیرد حمایت کرده، بار دیگر از طالبان خواست تا به پروسه صلح یک جا شوند. اما وی تاکید کرد که حکومت افغانستان در پروسه صلح هیچ گونه معامله‌ای که دستاوردهای 10 ساله و ارزش‌های جاد و مقاومت را زیر سوال ببرد معامله نخواهد کرد. ما همان گونه که حامی و طرفدار تأمین صلح و ثبات در کشور عزیز خود هستیم، به ملت مجاهد افغانستان اطمینان می‌دهیم که روند هر گونه مذاکره با مخالفین مسلح دولت موجب آن نخواهد شد که آرمانهای جهاد بر حق مردم ما، ارزشهای قانون اساسی در زمینه های حقوق زنان، آزادی بیان، فعالیت رسانه ها و ساختارهای جامعه مدنی که در 10 سال گذشته در پرتو نظام اسلامی و مردم سالاری ایثارگری مردم سلحشور ما به دست آمده است از دست برود. با این حال طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که حکومت اسلامی که به خواست مردم باشد در افغانستان خان هستند. از سوی دیگر مارشال فهیم افزود تلاش‌های جدی برای مبارزه علیه مواد مخدر و حکومتداری بهتر جریان دارد و به همین اساس کادرهای مسلکی به کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شده تا در پست ها گماشته شوند که این کار به حکومتداری خوب مؤثر واقع خواهد شد. از جشن نوروز و سال نو خورشیدی در کابل نیز تجلیل صورت گرفت. محمد یونس نونده شهردار کابل که در جریان برافراشتن جنده ی موسم به امام علی کرم الله وجهه صحبت می کرد، از برنامه های تازه برای تغییر چهره شهر کابل و بازسازی این شهر خبر داد. در همین حال باشندگان کابل نیز از این روز تجلیل نموده و امیدواری نمودند که سال جدید خورشیدی یک سال سال و امنیت باشد. تجلیل از جشن نوروز در ولایت های بلخ، غزنی، هرات، ننگرهار، قندوز و سایر ولایت های کشور صورت گرفته و مردم با مراسم و برنامه های ویژه از این روز تجلیل به عمل آورده و شادمانی کردند. باشندگان کابل نیز در نقاط مختلف این شهر به ویژه کارت سخی با برافراشتن جنده موسوم به امام علی کرم الله وجهه از این روز بزرگداشت نموده و امیدواری نمودند که سال 1391 خورشیدی یک سال صلح و امنیت در کشور باشد. خداوند میخوایم که سال 1391 یک سال صلح، سال امنیت، سال خیر و برکت، دور از نفاق و دور از جنگ در افغانستان باشه. امروز به بنده های تلویزیون تان و تمام مسلمان های جهان که در خارج از کشور هستند، که در داخل از کشور، از صمیم قلب تبریک میگم. سال 1391 خدمت ملت بزرگ افغانستان، چی در داخل چی در خارج از کشور هست، تبریک برشون میگم. امیدوار هستم که یک سال خوب، سال پربرکت، سال صلح و امنیت باشه. با این حال شهردار کابل از برنامه‌های تازه برای بازسازی شهر کابل در سال جدید خورشیدی خبر داد، میگوید اقدامات در این زمینه صورت گرفته است. از سوی دیگر مسئولان ترافیک شهر کابل از رانندگان میخواهد تا قوانین ترافیکی را به خصوص در روزهای نوروز رعایت نمایند. برنامه‌های همبستگی شهر کابل در نواحی مختلف شهر کابل روی دست است که با تطبیق از این برنامه‌ها ما امیدوار هستم و باور داریم به اینکه تغییرات زیادی در چهره شهر کابل به وقوع خواهد پیوست. ما از همشهریان شهر کابل میخواهیم که همی مقررات در نظر بگیرن و به راهنمایی پلیس ترافیک کمک بکنه. باید گفت که نخستین روز سال نو خورشیدی با تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل، بلخ و سایر ولایت کشور برگزار شد. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دولت‌های ترکیه، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر روز جهانی جشن نوروز را به تمام ملت‌هایی که از این روز تجلیل به عمل می‌آورند تبریک گفتند. با این حال بان کی مون رسیدن به صلح پایدار را بسیار مهم و ارزنده می‌خواند. تجلیل نوروز در افغانستان دارای یک پیشینه تاریخی است و به زمان یما و تمدن آریایی ها برمیگردد و این جشن به عنوان نماد ملی فرهنگی در کشور و سایر کشورهای فارسی زبان همه ساله بزرگداشت به عمل می آید. بر این اساس سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در سال 1388 خورشیدی این روز را به عنوان یک روز جهانی بر رسمیت شناخت. با این حال وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه با تاکید به لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی فرارسیدن سال نو و جشن نوروز را به تمام ملت‌هایی که از این روز تجلیل به عمل می‌آورند تبریک گفته است.
من جشن جهانی نوروز را به تمام ملت‌هایی که از این روز تجلیل به عمل می‌آورند تبریک می‌گویم، در حالی که ما با چالش‌های تازه روبرو می‌شویم. به حمایت خود از حقوق بشر و آزادی بیان و حقوقی که مروج صلح، پیشرفت و سعادت هستند متحد می‌مانیم. در همین حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در پیام نوروزی خود با اشاره به تغییرات و ناپایداری جهانی در مناطقی که نوروز در آنجا جشن گرفته می شود گفت، در چنین زمان سخت پیام صلحی که در قلب این مراسم جای دارد بسیار مهم است. آقای مون در پیام خود تاکید کرده که نوروز یادآوری این واقعیت است که همه ما باید با هم برای رسیدن یک آینده بهتر تلاش کنیم. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا و دولت‌های ترکیه، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر نیز روز جهانی نوروز را تبریک گفتند. فرمانده کل نیروهای خارجی در کشور هشدار می‌دهد با آغاز سال جدید خورشیدی پیکارهای تازه حملات از سوی طالبان در افغانستان گسترش می‌یابد. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است آمریکا در بهار سال روان برای نبرد علیه طالبان آمادگی می‌گیرد. این روزنامه به نقل از جان آلن می‌نویسد نیروهای بین المللی در سال روان خورشیدی با یک وضعیت پیچیده روبرو خواهند شد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته است که با آغاز سال 1391 خورشیدی حملات طالبان افزایش یافته و نیروهای بین المللی نیز آمادگی های لازم را برای جلوگیری از این حملات روی دست گرفتند. جان آلن همچنین هشدار داده که مخالفین مسلح با آغاز سال نو کمپاین تازه حملات را آغاز خواهند کرد و این کمپاین تا حد زیاد در شرق افغانستان که از نظر استراتژیک برای مخالفین مسلح و حکومت افغانستان اهمیت دارد متمرکز خواهد بود. با این حال مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند موقعیت جغرافیایی شرق بالای درگیری ها به صورت مستقیم تاثیر دارد و برخلاف جنوب زمانی که بربری ها در شرق آغاز می شود فعالیت افراد مسلح معمولا نیز کاهش می یابد. اما به گفته جان آلن امسال نیروهای ائتلاف در منطقه با یک وضعیت پیچیده روبرو خواهند شد. با آغاز سال 1391 طالبان عملات خود را بالای نیروهای بین‌المللی گسترش خواهد داد. عملاتی که تا هنوز این نیروها تجربهش را نداشتند و نیروهای بین‌المللی برای جلوگیری از این عملات اقدامات جدی را روی دست گرفتند و برای تحکیم امنیت پایتخت پلان ایجاد چندین کمربند امنیتی را ترتیب کردند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد شماری از قماندانان ارشد آمریکایی پلان داشتند تا امسال نیروها را در شرق تقویت کنند و شماری از سربازان را که در نتیجه تلاش‌های نظامی و پیروزی‌ها دست یافته و فارغ شده‌اند به شرق بفرستند. اما حالا این پلان لغو شده و یکی از دلایل آن افزایش نگرانی‌ها در جنوب برای حفظ دستاوردهاست. با نوشته روزنامه تا حالا این اطمینان حاصل نشده که پیشرفت‌ها در منطقه به حالت ثابت باقی بماند. ترکیه افغانستان را در حالت دشواری که قرار دارد تنها نخواهد گذاشت. پس از کشته شدن 12 سرباز ترکیه در نتیجه سقوط هلیکوپتر آنان در کابل، داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور که در مراسم یادبود آنان شرکت کرده بود میگوید ترکیه با کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد و افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. و افزود حضور نیروهای ترکیه در افغانستان بر اساس روابط درازمدت و دوستانه با این کشور است. احمد ولی صدیقی مرد آلمانی افغانی الاصل که از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شده بود در یک محکمه در آلمان به اتهام عضویت در سازمان القاعده حضور یافت. آقای صدیقی متهم است که در مناطق سرحدی پاکستان در دو گروه تروریستی به خاطر سهمگیری در جهاد آموزش دیده است و اگر مجرم شناخته شود به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. مرد آلمانی افغانی الاصل که اطلاعات وی باعث هشدارهای حملات تروریستی در اروپا شده بود، روز گذشته در یک محکمه در غرب آلمان به اتهام عضویت در سازمان القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی حضور یافت. آقای صدیقی که 37 سال عمر دارد، در جولای سال 2010 میلادی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شد و از زمانی که در بازداشت قرار داشت، درباره توطئه شبکه القاعده که به گفته وی این شبکه می‌خواست بر اساس آن شهرهای
اروپایی را مورد هدف قرار دهد جزئیات ارائه می کرد، اما هیچ یک از این حملات عملی نگردیده. گفتنی است که بالای احمد ولی اتهام عضویت شبکه القاعده و جنبش اسلامی ازبکستان وارد شده است و اگر مجرم شناخته شود به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. سارنوالان احمد ولی صدیقی را متهم می کنند که در پاکستان و مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان در دو گروه تروریستی به خاطر سهمگیری در جهاد آموزش دیده است. مقامات میگویند او یکی از 10 مسلمان تندرو است که در سال 2009 میلادی شهر هامبورگ آلمان را جهت تعقیب آموزش‌های تروریستی ترک کرد و به مناطق سرحد میان افغانستان و پاکستان رفته بود. سارنوالان همچنان گفتند که صدیقی تعلیمات نظامی را در کمپ‌های جنبش اسلامی ازبک فرا گرفته، در آنجا برای تولید یک فیلم تبلیغاتی به زبان جرمنی کمک کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط سارنوالان معذب در اجلاس محکمه نشر شده آمده که در جون سال 2010 میلادی یک عضو برجسته شبکه القاعده به احمد ولی صدیقی هدایت داده بود که دوباره به آلمان برگردد و به سازمان تروریستی القاعده در اروپا بپیوندد. خبرهای جهان را لحظات بعد پی می‌گیرد. اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل هشدار می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران به زودی به مرحله ایمن در برابر حملات هدفمند تل‌آویو می‌رسد. اهود بارک که در برابر کمیته دفاع و امور خارجه پارلمان اسرائیل سخن می‌گفت، افزود تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی علیه ایران برای متوقف کردن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای این کشور ضروری است. باراک همچنان تأکید کرد اسرائیل تصمیم درباره سرنوشت خود را به دیگران واگذار نخواهد کرد، چیزی که پیشتر نخست وزیر اسرائیل هم این موضع را اختیار کرده و بر آن تأکید کرده بود. برنامه هسته ای ایران به شکل مداوم در حال رشد و نزدیک شدن به مرحله نتیجه دهی است و در مرحله آن است که به حالت مسئولیت در برابر هر گونه حمله نظامی برسد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که اسرائیل هنوز راجع به دست زدن به حمله نظامی علیه ایران تصمیم نگرفته، اما مقام های ارشد اسرائیلی که از انجام تهاجم پیشگیرانه بر ضد برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی میکنند میگویند برای هر گونه حمله و نتیجه مؤثر اسرائیل می بایست تا قبل از شروع تابستان حمله نظامی علیه ایران را اجرا کند. در این حال دولت امریکا که حافظ منافع اسرائیل در خاورمیانه است در آخرین موضع رسمی خود گفته هرچند هیچ گزینه را حذف نکرده، اما در حال حاضر اولویت را مذاکره و دیپلماسی می‌داند و به آن ادامه خواهد داد. عراق. در پی یک رشته حملات پی در پی در عراق دست کم 43 تن کشته و بیش از 230 نفر زخمی شدند. به گفته منابع پلیس محلی این انفجارها ناشی از بمب‌های کارگزاری شده در کنار جاده‌ها و موترها بوده است. این حملات در حالی به وقوع می‌پیوندند که قرار است مجمع عمومی اتحادیه عرب هفته آینده در بغداد برگزار شود. این حملات در 3 منطقه پرتلفات بودند. در حمله نخست 2 بمب کارگزاری شده پیش از چاشت سه‌شنبه در کربلا منفجر شدند که در نتیجه آن 13 تن کشته و 48 نفر نیز زخم برداشتند. در این حال در انفجار یک موتر بم گذاری شده در کنار یک حوزه پلیس در شهر کرکوک 9 تن کشته و 43 نفر زخم برداشتند. و در حمله خونین دیگر یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی شورای ولایتی بغداد منفجر شد که در پی آن 4 تن کشته و 11 نفر نیز زخم برداشتند. سوریه. مخالفان رژیم سوریه از پهلو گرفتن کشتی حامل واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم روسیه در بندر طرطوس این کشور خبر دادند. بنابر اعلام نیروهای ویژه روسیه، آنها ابزارالات نظامی و اسلحه را در این بندر تخلیه کردند. هنوز هدف از اعزام این نیروها مشخص نیست، اما روسیه تاکنون بارها با تحریم خرید سلاح توسط سوریه از سوی مجامع جهانی مخالفت کرده است. روسیه متحد سوریه است و قراردادهای کلانی برای فروش سلاح با این کشور دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده است که با طرح کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آتش بس 2 ساعته در هر روز و منظور کمک رسانی به مناطق آسیب دیده موافقت کرده است. وزارت خارجه روسیه از دولت سوریه و گروه های مخالف در این کشور خواسته است بدون تأخیر با این طرح موافقت کنند.
گزارش ها همچنان از سوریه حاکی است که روز دوشنبه یک گروه 5 نفری از کارشناسان به همراه کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه وارد دمشق شدند. تیم اعزامیه که در زمینه برقراری صلح و میانجیگری تجربه دارد، مذاکراتی را در مورد پیشنهاد آقای انان به بشار اسد در مورد پایان دادن به خشونت های این کشور انجام خواهد داد. از سوی دیگر یک دیپلمات ترکیه از فرار دو جنرال دیگر ارتش سوریه از این کشور و پیوستن آنها با گروه های مخالف رژیم بشار اسد به ترکیه خبر داده است. گفته می شود از زمان آغاز اعتراض ها در سوریه تا کنون 9 جنرال ارتش پس از ترک خدمت و فرار از این کشور به ترکیه رفتند. کره شمالی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسان این سازمان برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای پیونگیانگ به کره شمالی دعوت شدند. این آژانس می‌افزاید که نامه از پیونگیانگ دریافت کرده و همچنان مشغول بحث درباره جزئیات آن است. این در حالی است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای 3 سال پیش از کره شمالی اخراج شده بودند. پیونگیانگ ماه گذشته موافقت کرد تا غنی‌سازی اورانیوم و همچنین آزمایش‌های اتمی و موشک‌های دوربرد خود را به حالت تعلیق درآورد. امریکا همچنان گفته است که کره شمالی توافق کرده به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را بدهد. در مقابل واشنگتن در حال نهایی کردن تحویل 240 هزار تن کمک غذایی به کره شمالی است. مکزیکو. مردان مسلح در غرب مکزیکو 12 مامور پلیس را که در حال تحقیق درباره سربریدن 10 نفر بودند کشتند. این افسران هنگام جستجوی اجسادی که در ایالت گورو پیدا شدند هدف حمله قرار گرفتند. در این رویداد دست کم 9 مامور پلیس نیز زخمی شدند. نزدیک به 4000 مامور پلیس و ارتش مکزیکو در عملیات علیه قاچاقچیان در غرب این کشور اشتراک دارند. از سال 2006 میلادی تا کنون نزدیک به 50000 نفر در خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر در مکزیکو کشته شدند. در همین حال قرار است پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه وارد مکزیکو شود و انتظار می‌رود درباره خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر در این کشور سخنرانی نماید. اکنون با نشر چند تصویر خبری رویدادهای این ساعت نیز به پایان می‌رسد. شاد و موفق باشید. السلام عليكم جميل نصف الثاني.